سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ششم آبان ما اعلام کرد محمد جواد ظریف به اتفاق چند تن از معاونانش در این وزارتخانه و در کنار همتایان روس و آمریکایی خود در نشست وین درباره سوریه شرکت میکند خبرگزاری ایسنا به نقل از مرزیه افغان سخنگوی وزارت خارجه گفت آقای ظریف به اتفاق حسین امیر عبداللهیان عباس عراقچی و مجید تخت روانچی در نشست یک روزه تعیین سرنوشت سوریه در پایتخت اتریش شرکت می کند. با شرکت در این نشست در هفته جاری این نخستین حضور جمهوری اسلامی در نشست بین المللی درباره سوریه خواهد بود بیشتر مقام های آمریکایی از دعوت از ایران برای شرکت در گفتگوهای بین المللی در مورد آینده سوریه خبر داده بودند دور بعدی گفتگوهای دیپلماتیک در خصوص آینده سوریه روز شنبه هفتم آبان در وین اتریش آغاز می شود در این گفتگوها وزیران امور خارجه آمریکا و روسیه و چندین تن از های اروپایی و عرب شرکت می کنند انتظار رود نشست این هفته تا روز جمعه ادامه یابد و به جز ایران کشورهای بریتانیا، فرانسه، آلمان، اردن و امارات متحده عربی را نیز در بر بگیرد. بیشتر از حضور ایران در این نشست انتقادهایی مطرح شده بود سرگئی لاپروف وزیر امور خارجه روسیه شامگاه سهشنبه پنجم آبان در مسکو ضمن انتقاد از مخالفت با حضور ایران و کشورهای منطقه برای مذاکرات حل بحران سوریه گفت گروه کوچک کنونی مذاکره کننده توان حل سیاسی بحران سوریه را ندارد و در صدد هستیم ایران و کشورهای دیگر منطقه در دور دوم نشست بیان برای بررسی بحران سوریه شرکت کنند ساعتی پس از دعوت رسمی واشنگتن از تهران برای حضور در مذاکرات وین وزیران امور خارجی ایران و روسیه در گفتگوی تلفنی خود درباره حل و فصل بحران سوریه گفتگو و تبادل نظر کردند این سومین گفتگوی تلفنی لاوروف و محمد جواد ظریف وزیران امور خارجه روسیه و ایران در هفته اخیر با محوریت بحران سوریه است جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارم آبان نیز با اعلام احتمال برگزاری گفتگوهای بیشتر در مورد سوریه در پایان هفته جاری گفته بود در مقطعی نیاز است با ایران نیز در این باره گفتگو شود دعوت از ایران برای شرکت در گفتگوهای روز پنجشنبه پس از آن صورت میگیرد که واشنگتن در مورد این تصمیم چندین روز مذاکره پشت صحنه با عربستان سعودی روسیه و چند کشور دیگر انجام داده است در این میان به ویژه عربستان سعودی با شرکت ایران در این گفتگوها مخالفت زیادی داشته است و ملک سلمان هفته گذشته نیز در گفتگوهای خود با جانکری وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر بر این مخالفت تأکید کرد پادشاه عربستان سعودی اما پس از گفتگوهای طولانی با جانکری در این خصوص از خود نرمش نشان داد در همین حال در ایران صبح روز چهارشنبه ششم آبان مراسم تشییع عبدالله باغری نیارکی و امین کریمی دو تن از پاسداران کشته شده در سوریه برگزار شد عبدالله باغری نیارکی یکی از محافظان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران بود در مراسم تشییع این دو پاسدار محمد حسین ابو ترابی فرد، نایب رئیس مجلس محمد نهابندیان رئیس دفتر رئیس جمهور و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و گروهی دیگر از مقام های ایرانی حضور داشتند به گزارش تسلیم روز سهشنبه پنجم آبان محمد علی جهوری فرمانده کل سپاه پاسداران و علی لاریجانی رئیس مجلس در منزل این دو پاسدار کشته شده در سوریه حضور داشتند خبرگزاری فارس نیز روز سهشنبه پنجم آبان خبر داد که جبار عراقی حمید رزا دایی و پویا ایزدی سه تن از فرماندهان سپاه روز دوشنبه چهارم آبان در سوریه کشته شدند اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز سهشنبه پنجم آبان ماه از تشدید حملات هوایی این کشور علیه گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه خبر داد و اعلام کرد که بر ابعاد عملیات زمینی علیه این گروه نیز افزوده خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای کارتر در جلسه کمیسیون دفاعی مجلس سنا گفت ما در حمایت از معتلفان خود در حمله های مناسب علیه گروه داعش و همینطور در عملیات هوایی و حمله مستقیم زمینی به این گروه تردید نخواهیم کرد ما می محل دقیق دشمن را شناسایی کنیم و آنها در تیر رسم ما قرار خواهند داشت وزیر دفاع آمریکا گفت حملات آمریکا و متحدانش همزمان با بهبود کار اطلاعاتی ما روی اهداف مهم و با ارزش و تأسیسات نفتی در کنترل این گروه متمرکز خواهد شد که در تأمین منابع مالی آن نقش مهمی دارد آقای کارتر گفت برای ادامه فشار به شهر رقه آمریکا از گروه های مسلح میانه رو حمایت خواهد کرد که تا کنون در اطراف این شهر پیش هایی داشتند به گفته او برخی از این گروهها به پنجاه کیلومتری رقه رسیدند وی همچنین از تقویت نیروهای شورشی سوری خبر داد که علیه گروه خلافت اسلامی می جنگند و همینطور تقویت کشور اردن که بخشی از اعتلاف بین المللی است و ارتش آن کشور پروازهای تجسسی را انجام می دهد. با این حال وزیر دفاع آمریکا از شکست طرح واشنگتن برای آموزش و تسلیح شورشیان میانهرو رو سوریه اظهار تأسف کرد و گفت اگر این اقدامات به شکلی که ما میخواهیم عملی شوند قلم رو به تحت کنترل داعش به مرور محدودتر شده و امکان ضربه زدن به آن برای ما افزایش خواهد یافت بخش دیگری از راهکارهای جدید وزارت دفاع آمریکا کمک به حکومت عراق برای تجهیز نیروهای مسلح خود از جمله آموزش و بسیج جنگجویان سنی برای مبارزه با گروه داعش در استان انبار است. آقای کارتر گفت به موازات پیشرفت عراق در بسیج و سازماندهی نیروهای مسلح خود، آمریکا به ارسال اسلحه و تجهیزات و حمایت هوایی از آنها ادامه خواهد داد. وزیر دفاع آمریکا گفت با این همه حکومت و نیروهای مسلح عراق برای تضمین پیروزی‌های خود و حفظ مناطق تصرف شده باید اقدامات مشخصی را به اجرا بگذارند. اعضای جمهوریخواه کمیته امور دفاعی مجلس سنا از راهکارهای جدید وزارت دفاع به شدت انتقاد کردند. لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه با اشاره به حضور روسیه، ایران و حزب الله که از رژیم بشار اسد حمایت می‌کنند، بارها از وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش پرسید که آیا هدف از این استراتژی جدید سرنگون کردن بشار اسد است؟ وزیر دفاع آمریکا در پاسخ گفته است روش دولت آمریکا برای برکناری رژیم سوریه اساساً اقدامات سیاسی بوده است. رئیس ستاد ارتش آمریکا نیز گفت فکر می کنم در حال حاضر تعادل قوا در سوریه به نفع بشار اسد است جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز به کمیته امور دفاعی سنا گفته است ایران کمتر از دو هزار نیروی نظامی در سوریه دارد تا به ارتش بشار اسد رئیس جمهوری این کشور کمک کنند و هزار نیروی نظامی نیز برای حمایت از دولت بغداد به عراق فرستاده است آقای دانفورد گفته است شمار نیروهای ایرانی در عراق هر از چند گاهی کم و زیاد می شود و من فکر می کنم که بیش از هزار نیروی نظامی ایران در عراق و کمتر از دو هزار نفر در سوریه حضور دارند. علی شکوری راد دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با اشاره به اینکه حسن روحانی برای رفع حصر از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد نتیجه ای حتی در گفتگوهای محرمانه کسب نکرده، گفته است آقای روحانی همانطور که هنر خود را در پیشبرد مذاکرات بین المللی نشان داد، باید بتواند هنر خود را در شکل دادن مذاکرات داخل کشور و و بین جناح سیاسی، احزاب مختلف، نیروها و شخصیت سیاسی نیز نشان دهد، وی روز چهارشنبه شش آبان در گفتگو با روزنامه بهار گفت در بین هسته مرکزی صاحبان قدرت در کشورمان و نیروهای منتقد چنین گفتگوهایی تا کنون امکان پذیر نبوده و صورت نگرفته است به همین دلیل است که شما مسائل سیاست داخلی را حل نشدنی میبینید و هیچ چشمندازی برای توافق در آن نمیبینید به نوشته بهار آقای شکوری راد گفت در روند رفع حصر به نظر می رسد که آقای روحانی با اینکه بخشی از منتقدان را نمایندگی می کند نتیجه ای حتی در گفتگوهای محرمانه کسب نکرده است چون فیصل بخشی در روند گفتگوها اتفاق نمی افتد. ممکن است به طور موقت چالش و تنش کم شود یا شرایط کمی بهبود یابد اما فیصل بخش نیست و در نتیجه مسائل مسکوت و منتقدان هم ناراضی باقی میمانند که این اصلا درست نیست آقای شکوری راد در انتقاد از آقای روحانی گفت اگرچه این کار مثبت است لزوما پایدار نیست کما اینکه در چالش اخیر که بین آقای روحانی و شورای نگهبان در رابطه با بحث نظارت استسبابی و مسئله تایید صلاحیت ها پیش آمد فیصل بخشی به وجود نیامد باید به این نکته توجه کنیم که این نوع فیصل بخشی فراتر از روند گفتگو صورت می گیرد و لزوما مسائل را حل نمی کند بلکه مسائل را مسکوت می گذارد. آقای شکوری راد درباره آقای موسوی گفت آقای موسوی روند خود را داشت و ما موقعیت آقای موسوی را حد واسط خود و مجموعه نظام موجود می دیدیم. یعنی آقای میرحسین موسوی در شرایطی وارد شد که به نظر می رسید حضورش می تواند دو طرف را به هم نزدیک کند و نسبت به آقای سید محمد خاتمی به مجموعه نظام نزدیک تر تلقی می شد و اساسا روی حمایت مجموعه اصلاح طلبان از آقای موسوی یک روی کرده تعاملی بود و فکر می کردند که آقای موسوی بیش از آقای خاتمی می تواند تأثیر بگذارد و زمینه نزدیکی جناها را فراهم کند. ما آنقدرها که شما فکر می کنید به آقای موسوی نزدیک نبودیم که در نوشتن برنامه ها و شعارهایش به او کمک کنیم بلکه ما بیشتر از ایشان حمایت می کردیم. علی شکوری راد درباره موقعیت فعلی حزب تازه تأسیس اصلاح طلبان و شعارهای آن گفت شعار ما اجرای متوازن و بی تناقض قانون اساسی است یعنی اگر هیچ اصلی نادیده گرفته نشود و بر اساس قانون عمل شود بسیاری از مسائلمان حل می شود ما نه با ارکان نظام و نه حتی با اشخاص نظام مشکل نداریم ما با عملکردها مشکل داریم و می گوییم متناسب با مجموعه قانون اساسی نیست آقای شکوری راد همچنین تصریح کرد از قرار گرفتن در شرایط سال 88 نه تنها خوشنود نیستیم بسیار ناراضی هستیم آن شرایط بر ما تحمیل شد کاری که ما در آن زمان انجام دادیم این بود که سعی کردیم در پیوند با مردم باشیم اما فکر می کنم اگر ما می توانستیم قبل از سال 88 گفتگوها و تعاملهای بیشتری را با صاحبان قدرت شکل دهیم اساساً شرایط سال 88 پیش نمی آمد به همین دلیل است که روی کرده امروز خود را روی کرده تعاملی قرار داده ایم حتی با کسانی که به نظر می رسد که به هیچ روی اهل تعامل نیستند. روز گذشته احمد داود اغلو نخست وزیر ترکیه در یک برنامه زنده تلویزیونی حضور یافت و در مورد انتخابات هفته آینده ترکیه توضیحاتی رو داد اما نکته مهم سخنان آقای داود اغلو در این برنامه تلویزیونی مربوط به سیاست خارجی کشورش در مورد سوریه و مشخصا کردها در شمال این کشور بود آقای داود اغلو در این برنامه تلویزیونی با لحن جدی و تونی گفت که ما هم به روس ها و هم به امریکایی ها پیش این موضوع رو اطلاع دادیم که اگر پیده منظور حزب اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه بخواد به سمت قرب فرات حرکت بکنه و مناطق شمال شرقی سوریه رو تحت تسلط خودش بگیره به محض عبور به سمت فرات اونها رو با خاک یکسان خواهیم کرد او گفت که ما 911 کیلومتر مرز مشترک با سوریه داریم و سرنوشت کشورمون رو به دست دیگری نمیسپاریم اما مسئله تهدید ترکیه علیه نیروی کردی یگانهای مدافع خلق از زمانی شکل جدی به خودش گرفت که همین هفته پیش کردها تصمیم گرفتن که تل از رو به عنوان یک کانتون خودمختار معرفی بکنن میدونیم امریکا از شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه حمایت تسلیحاتی میکنه و اونها متحد امریکا در جنگ با داعش هستن ترکیه در این زمینه پیشتر هم به روسیه و هم به امریکا هشدار داده بود و از اونها خواسته بود که دست از حمایت تسلیحاتی پیده بردارن با این حال در این برنامه تلویزیونی آقای داوود اغلو گفت که نیروهای ترکیه در دو مورد از جمله روز یک شنبه به نیروهای مدافع خلق کردی در طلبی از حمله کردند. آقای داود اغلو گفت که سال گذشته یک هلیکوپتر ارتش ترکیه در مرز سوریه سرنگون شد و پیده همینطور یک هواپیمای بدون سرنشین ترکیه رو هم هدف قرار داد همینطور اشاره هم آقای داود اغلو به دور تازه مذاکرات در مورد سوریه کرد و گفت که بدون در نظر گرفتن نقش ترکیه بحران سوریه حل نمیشه او گفت که ما در مورد بحران سوریه هنوز به تمامی همه کارت خودمون رو رو نکردیم اما در مورد انتخابات هفته آینده ترکیه همین پرسش از آقای داوود اغلو شد خبرنگار پرسید که آیا حزب دارد و توسعه به تنهایی میتونه قدرت رو در دست بگیره پاسخی که آقای داوود اغلو داد البته مبهم و کلی بود به نظر میرسید هنوز او مطمئن نیست از پیشتازی حزبش در انتخابات آقای داود گفت از همه ملت ترکیه میخوام که در پاسخ به این پرسش مثل یک رفراندوم بر سر صندوق رای حاضر بشن و پاسخ بدن که آیا کشوری یک پارچه میخوان یا تابلوی چند تکه که البته منظور اشارهشون به تشکیل حکومت تک حزبی از سوی حزب عدالت و توسعه و یا یک حکومت اعتلافی با حضور دیگر احزاب هستش یک مقام شرکت تسلیحاتی دولتی روسیه اعلام کرد تهران از شکایت 4 میلیارد دلاری خود به خاطر امتناع روسیه از تحویل سامانه موشک S-300 به ایران عقب نشینی کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی اسپاتنیک روسیه، آناتولی ایسایکین رئیس شرکت روس آبرون اکسپورت روز سهشنبه پنجم آبان ماه اعلام کرد ایران و روسیه مسئله شکایت ایران از روسیه به خاطر تأخیر در تحویل سامانه موشکی دفاعی اس 300 را به شکل مثبت حل کردند و ایران از ادعای قرامت چهار میلیارد دلاری خود دست کشیده است. وی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت شرکت دولتی صادرات و واردات تسلیحات و تجهیزات نظامی روسیه یعنی روس آبرون اکسپورت همکنون در حال تکمیل سامانه های موشکی S300 برای تحویل به ایران است. ایران و روسیه در سال 2007 قرارداد تحویل سامانه های پدافند هوایی اس 300 را امضا کردند که بر اساس آن شرکت روس آبرون اکسپورت بایستی پنج آتشبار از این سامانه را به قیمت 800 میلیون دلار به ایران تحویل دهد. در سال 2010 و در پی تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران دمیتری مدودیف رئیس جمهوری وقت روسیه اعلام کرد که بر اساس این قطعنامه روسیه نمیتواند به ایران سامانه S300 تحویل دهد. روسیه در معامله خود حالت فورس ماژور اعلام کرد و در دسامبر همان سال این معامله را لغو کرد ایران نیز متعاقبا با این استناد که موشک های یاد شده جنبه دفاعی دارند علیه روسیه در دیوان داوری بین المللی که مقر آن در ژنو است شکایت کرد و خواستار چهار میلیارد دلار قرامت شد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در ماه آوریل امسال فرمان لغو ممنوعیت صادرات اس 300 به ایران را صادر کرد و تا کنون مقامات دولتی و نظامی دو کشور چندین بار درباره تحویل این سامانه ها مذاکره کردند. آقای ایسایکین همچنین گفته مذاکرات تجاری برای تحویل این سامانه ها میان تهران و مسکو ادامه دارد. موشک ضد هوایی S-300 قادر است هواپیماها را در فاصله 150 کیلومتری هدف قرار دهد و قابلیت رهگیری 100 هدف را به صورت همزمان دارد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران در انتقاد از تجمع اعتراضی تندروها علیه سفر جکسترو وزیر امور خارجه پیشین بریتانیا گفت این اقدامها خود به خود تحریم داخلی ایجاد خواهد کرد و نباید ادعی در خیابان رفتاری انجام دهند که طرف مقابل را بترسانند و شرایط بازگشت تحریم را به وجود بیاورند وی روز سه پنجم آبان ماه با اشاره به تأکیدهای رهبر جمهوری اسلامی برای لغو تحریم ها گفت علاقمندان به نظام اجازه چنین اقداماتی را نخواهند داد و برای جلوگیری از این رفتارها برخورد لازم صورت خواهد گرفت جکسترو روز 27 مهر وارد تهران شد و به شهرهای یزد و شیراز و اصفهان سفر کرد اصر یکشنبه شنبه سوم آبان حدود 100 نفر در واکنش به سفر آقای استرو مقابل هتل محل اقامت او در اصفهان تجمع کردند. احمد سالک نماینده اصفهان و حسین زل انوار نماینده شیراز در مجلس نیز به سفر وزیر امور خارجه سابق بریتانیا اعتراض کرده بودند. خبرگزاری دولتی ایرنا روز شنبه 5 آبان در یادداشتی در انتقاد از تندروها نوشت پرسش اینجاست که گردشگران خارجی قبل از اینکه عازم ایران شوند باید بدانند که با وزارت امور خارجه و پلیس ایران باید هماهنگ باشند یا تندروهای خیابان مقامات وزارت خارجه ایران اعلام کردند که سفر آقای استرو به ایران تفریحی و غیررسمی بوده است بسیج دانشجویی تهران بزرگ وابسته به سپاه پاسداران روز سهشنبه در بیانیه‌ای تفریحی خواندن این سفر را جوک سیاسی توصیف کرده است در همین حال احمد خاتمی عضو خبرگان رهبری و یکی از روحانیون تندرو گفته است پس از نامه رهبر معظم انقلاب به گومگو در مورد برجام بیمورد است و شعار دادن بر ضد برجام به معنای جلوتر حرکت کردن از ولایت و رهبری است وی تصریح کرد نامه رهبر معظم انقلاب به رئیس جمهوری حاصل چندین روز بررسی و مطالعه معظم الله به اتفاق مسئولان عالی کشور است و بر اساس خرد جمعی و مشورتهای گسترده تدوین شده است. همزمان آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید مورد حمایت حکومت از بیطرفانه نبودن گزارش های صدا و سیما درباره توافق اتمی انتقاد کرده است. آقای مکارم شیرازی شامگاه سهشنبه پنج آبان در دیدار با رئیس مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما با اشاره به ضرورت جناهی عمل نکردن صدا و سیما گفت باید بیطرفی صدا و سیما در تهیه برنامه ها محفوظ باشد و این رسانه رعایت اعتدال را در میان جناها داشته باشد. این مرجع حکومتی گفت متاسفانه اخیرا تفکر مبنی بر اینکه باید سطح اینترنت را بالا ببریم پیدا شد که این تفکر بیش از همه یک تفکر تجاری برای درآمد بیشتر بود وی تاکید کرد مسئولان امروز چشمان خود را نسبت به این موضوع باز کردند و به آثار سوء عدم کنترل صحیح بر اینترنت مانند ازدیاد طلاق و انحرافات و همچنین کم شدن ازدواج ها در جامعه پی برده اند. سخنان این مرجع حکومتی در حالی ابراز شده است که ایران جزو سه کشور اول محدود کننده ای آزادی اینترنتی در دنیا قرار دارد. گزارش سالیانه خانه آزادی نهادی که آزادی های مدنی را در دنیا رصد می کند نشان می دهد که ایران پس از چین و در کنار سوریه از محدود کننده ترین کشورها در سانسور اطلاعات آزاد و محتوای منتشر شده در اینترنت است. همزمان آیت الله حسین وحید خراسانی از مراجع تقلید گفته است استفاده مشروع از ماهواره در صورتی که موجب ارتکاب خلاف شر برای دیگران نشود جایز است. در پی استقرار یک نافشکن آمریکایی در نزدیکی جزایر مورد ادعای چین در دریای جنوب چین پکن سفیر آمریکا را فراخواند جانگیسوی سوی معاون وزیر خارجه چین در دیدار با ماکی باکوس سفیر آمریکا در پکن گفت حضور نافشکن آمریکایی در نزدیکی جزیره اسپراتلی اقدامی شدیدن غیرمسئولانه مسئولانه است پیشتر وزارت خارجه چین گفته بود نزدیک شدن نافشکن لاسن به جزایری از مجموع جزایر اسپراتلی غیر قانونی است پیشتر وزارت خارجه چین گفته بود نزدیک شدن نافشکن لاسن به جزایری از مجبول جزایر اسپراتلی غیر قانونی است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز سهشنبه پنجم آبان ماه گفت اگر ایالات متحده به ایجاد تنش در منطقه ادامه دهد پکن ممکن است به فکر افزایش توانایی های متقابل بیفتد. آمریکا میگوید فعالیت گشتنی نافشکن آن کشور فعالیتی معمول و در راستای دریا نبردی آزاد در آبهای بین المللی است و این نافشکن پیشتر به جزایر مورد ادعای ویتنام یا فیلیپین نیز نزدیک شده است. فیلیپین از جمله متحدان واشنگتن در شرق و جنوب شرقی آسیا به شمار می رود. چین می گوید مالک عمده جزایر دریای جنوب چین است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز سهشنبه پنجم آبان گفت نافشکن آمریکایی لاسن به طور غیرقانونی وارد آبهای ساحلی این کشور شده است این مقام چینی گفت دولت جمهوری خلق چین با اقدام هر کشوری که به بهانه آزادی عبور مرور دریایی یا هوایی حق حاکمیت و امنیت ملی چین را نقض کند به شدت مخالف و نسبت به آن معترض است و پکن به هر اقدام تحریک‌آمیز عمدی در نقض این حق واکنش لازم را نشان خواهد داد در ساعات اولیه بامداد روز سهشنبه نافشکن آمریکایی لاسن که حامل موشک های هدایت شونده است در جریان عملیات گشتزنی دریایی خود وارد حریم دوازده مایلی چند جزیره مصنوعی شد که دولت چین در آبهای مورد اختلاف در دریای چین احداث کرده است تعدادی از کشورهای دیگر نسبت به این منطقه ادعای ارزی دارند اما دولت چین تعدادی از صخره مرجانی منطقه را به جزایر مصنوعی با امکان استقرار تأسیسات نظامی تبدیل کرده و ساخت و ساز بر این جزایر ادامه دارد ایالات متحده ای آمریکا تعلق جزایر این منطقه به چین را به رسمیت نشناخته و این منطقه را از جمله آبراههای آزاد بینالمللی میداند سخنگوی کاخ سفید گفته است که ایالات متحده همواره اهمیت حرکت آزاد تجارت دریایی در منطقه دریایی جنوب چین را به دولت چین یادآور شده است این نخستین بار از زمان آغاز عملیات ساخت و ساز بر جزایر مصنوعی در این منطقه در اواخر سال 2013 است که نیروی دریایی ایالات متحده گشتیهایی را به نزدیک این جزایر اعزام کرده است دریای جنوبی چین یکی از آبراهای مهم بین المللی است و ارزش کالاهای از این آب را در هر سال به حدود 5 تریلیارد دلار بالغ می شود. ایالات متحده نگران آن است که هدف چین از ایجاد این جزایر مصنوعی گسترش قابلیت نظامی خود در این منطقه باشد هرچند دولت چین گفته است که عملیات ساختمانی عمدتا جنبه غیر نظامی دارد و کاربرد نظامی آن محدود است.